تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآنیم، از اول شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم تفسیر گفتیم. 5 دقیقه، 7 دقیقه کمتر و بیشتر رسیدیم کم کم به جزء 27 سوره تور. تو این جلسه آیه 35 و 36 رو بعد میدیم. در این آیات خداوند 14 تا سوال میکنه از مخالفین. هیچ جای قرآن این رقمی به مخالفین، تمام راه رو مخالفین بسته. میگه حرف حساب شما چیه؟ چرا زیر بار انبیا نمیرید؟ بهترین آدم ها هیچ نقطه ضعفی از اینها سراغ ندارید، یک گناه از اینها سراغ ندارید. بهترین آدم ها. خود کفار میگفتن قد کنت فینا مرجو و ما به تو امید داشتیم. خب به پیغمبر گفتن تو امین بودی. خب پس ببین بهترین آدم ها بوده، هیچ نقطه ضعفی نداشتی. هیچ وقت به پیغمبر گفتن جادوگر، مجنون، ساحر، ولی نگفتن تو فلان گناهو کردی فلان زمان. گناهکار نگفتن. حتی دشمنان پیغمبر رو معصوم میدونستن، امین میدونستن. میگه 14 تا سوال میکنم، یه چی جواب بدید؟ چرا زیر بار نمیرید؟ آیا شما میگید دلیل عقلی دارید؟ آیا شما میگید قرآن بافته؟ خب اگر قرآن یه آدم تونه بافته، شما هم ببافت. آیا حرف نوی میتونید مثل قرآن بیارید؟ حالا تا اینجا آیای قبل بود، این آیه رو بشنوید. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. آیا شما بی دلیل آفریده شدید؟ آخه انسان پدیده ایم، پدیده نما نبودیم. وقتی نبودی بود شد، دلیلی ما به چه دلیلی بود شد؟ اما خلق من غیر شیئن، شما از هیچ آفریده شدید؟ اما هم الخالقون، یا شما خودتون خلق کردید؟ و شما که قبلا نبودید، وقتی نبودید نبود چطور بود میکنه؟ شما که نبودید چطور خودتون رو بود کردید؟ بی دلیل آفریده شدید خودتون رو. اصلا اگر خودت رو خلق کردی، باید جوان خلق کنی که دیگه پیر نشی، یه جوری خلق کنی که دیگه مرگومی برد نباشه. پس خودت که خودت رو خلق نکردی، بی علت هم که خلق نشده. ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون. شما آسمون ها و زمین رو خلق کردید؟ خودتون بارها تو قرآن میگه، میگه بل ان سألتهم، اگر از اینا سوال کنی من خلق السماوات والارض، کی آسمون ها و زمین رو خلق کردن؟ لیقولون الله، میگن خدا. پس شما خودتون رو خلق نکردید، بی دلیل هم خلق نشدید. دلیل بنی که خدا هست دیگه. یه وقت کسی آمد به من گفت شما میتونید رو ساعت 1 دقیقه ثابت کنی خداشناسی رو؟ تو کوچه میرفتم، دوید جوان بودم من، اونم یه جوانی بود، گفت 1 دقیقه خدا رو برام ثابت کن. گفتم تو هستی؟ خب بله هستم، دارم با شما صحبت میکنم. خب هستم که دارم با شما صحبت میکنم. گفتم خیلی خوب، خودت که هستی، خودت ساختی؟ یعنی چشمات خودت ساختی؟ یه دستار خودت ساختی؟ هستی؟ گفت بله هستم. گفتم خودت خودتو ساختی؟ گفت نه. گفتم هر قدرتی تو ساخت همه خداست. یایم همینو میگه، ام خلق من غیر شیئن، بی علت آفریده شدی؟ نمیشه پدیده علت ما. خودت خودتو ساختی؟ نمیشه. آسمان ها و زمین آفریدید؟ نه. پس چتونه؟ حالا این سوال ها به خاطری که طرف وجدانش تحریک بشه. آیه بعد، آیه 37 بشنوید. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. آیا گنجینه‌های پروردگار نزد اونهاست؟ اصلا ام هم المسيطرون، بل این عالم سیطره و حکومتی دارن. حکومتی دست شماست که لجبازی میکنید. گنجینه‌های هستی دست شماست. معدن دارید، حکومت دارید، برای چی لجبازی میکنید؟ آیه 38،
أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. آیا شما نردبانی دارید که به واسطه او از اسرار آسمان‌ها با خبر میشید؟ بالا رفتید، خبر از بالاها دارید؟ اگر خبر دارید فلیعت مستمعهم، اگر چنینه خب شنونده اونها بیاد دلیلشو برای ما بگه که چه خبر داره. برای چی شما گردن کلفته میکنید؟ آیه بسی اونو بشنوید. ام له البنات و لکم البنون. خدا دختر داره، شما پسر دارید، چون شما میگفتید پسر جزء انسانه، دختر جزء آدم حساب نمیکردید. بعد میگید پسرها که کمال دارن به نظر شما، مال شماست و خدا دختران مال خداست. چه امتیازی دارید که نسبت به خدا گردن کلفته میکنید؟ میگید چون پسر داریم دختران مال خداست، چون از عالم بالا خبر داریم، گنجینه های زمین دستتونه، حکومت دارید، دلیل عقلی دارید. آیه بعد ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. آیا پیغمبر از شما پول میخواد؟ تو بگید آقا چون پول نداریم گوش به حرفش نمیدیم. یه وقت پیغمبر مثل استاد میگه پولم بده درستو بدم، میگه ما پول نداریم تو هم نمیخوایم. ام تسألهم اجرا، ای پیغمبر آیا از اینها مزد میخوای که اینها من مغرم مثقلون، به خاطر پرداخت اون سنگینن، یعنی پرداخت برشون سنگینه، چون بعضی هم بچهشون مدرسه نمیفرستن میگن پول کتاب نداریم، پول استاد نداریم. آیا از اینها برای رسالت خود درخواست مزدی کردی که پرداخت بر اونها سنگینه؟ آیه 41 بشنوید. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. آیا غیب نزد اونهاست که هرچی رو میخواهند در لوح محفوظ مینویسند؟ یه خبر غیبی دست اینهاست، قلمی دارن. به چه دلیل؟ یعنی تمام راه ها رو روی نام بنده 100% دشمن خل اصلاح میکنه. اینم مباد داشته باشیم، باید چنان منطقی داشته باشیم که دشمن هیچ راهی نداشته باشه خل اصلاح کنه. الان ابرقدرت ها اسلحه دارن که دنیا رو چند ساعته میتونن همه دنیا رو با آتش بکشن، اما وقتی میگی بیا مصاحبه تلویزیونی فرار میکنن. وهابی ها خیلی به ما تهمت میزنن، خیلی ما رو تحقیر میکنن، اما تا حالا دو تا از مراجع قم اعلام کردن. یک گفته من خودم با باسوادترین مهره وهابیا تو تلویزیون یه گفتگوی مستقیم داشته باشیم همه دنیا پخش بشه، سوال جواب، حاضر نمیشن بیان. یکی از مراجع گفته بود من یکی از شاگردامو میفرستم با باسوادترین فرد اونها بحث کنم. یه وقت رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرد به رئیس جمهور آمریکا که یه گفتگوی مستقیم تلویزیونی، حاضر نشدن. بعد گفت مستقیم تلویزیون شما و مشاورینید. بعد گفت که اول گفت به خودت، بعد گفت مشاورت هم بیان، من یه طرف تو و همه مشاورین با هم باشید. به چه دلیل این اینا رو خلع سلاح کردنه؟ یه چیزی میگید دلیل علمی دارید، از غیب خبر دارید، از اخبار آسمان ها خبر دارید، گنجینه های زمین دستتونه، پیغمبر از شما پول خواسته که میگید خرجشو نمیتونیم بدین. خلاصه این چند تا آیه، ده تا آیه همش میگه ام یعنی آیا این، آیا این، آیا این، آیا این. قرآن در 14 سوال به مخالفین انبیا که به پیغمبر میگوزن شاعری، کاهنی، ساحری، کفر میورزن، اون منطق شما چیه؟ هیچ قدرتی ندارید، هیچ منطقی ندارید، هیچ امتیازی ندارید، فقط لجبازید، فقط لجاجت. خدای تو به حق محمد آل محمد ما را از انواع لجاجت ها دور کن. تا آیه 41 تا پایان آیه 41 سوره تور تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.